من دیگه شیرینی ناپلونی درست بکنیم. این خمیر هزاره همون خمیری هستش که من برای شیرینی های زبون ازش استفاده کردم و با همون شرایط باهاش کار میکنیم. منتها یه سری تفاوت ها داره و یه سری راحتی که الان هم خدمتتون میگم. اول از همه همونجوری که توی اون ویدیو خدمتتون عرض کردم، حتما کناره های خمیرمون رو میگیریم که بتونه هوا وارد لایه های خمیر و کرمون بشه موقعی که داخل فر میره، وگرنه خمیرتون اصلا پف نمیکنه یا اگر پف کنه لبه ها به هم دیگه چسبیده میشه. اگر خمیر شما به این نازکی نبود، شما باید لطف کنید به ضخامت تقریبا بین 3 میلیمتر تا نیم سانتی متر بازش بکنید و سطح کارتون رو اگر نایلون زیرش نبود حتما آرد پاشی بکنید که خمیرتون بهش نچسبه. و من دور خمیر رو الان گرفتم. اندازه های شیرینی ناپلئونی بستگی به خودتون داره. ما میتونیم این رو الان فقط 3 قسمتش بکنیم، میتونیم 8 قسمت، این بستگی به واقعا اندازه‌ای که دوست دارین داره. من میخوام این خمیر رو از وسط نصف بکنم و هر قسمتی رو به 3 قسمت مساوی تقسیمش بکنم و طبق روال شیرینی های زبونمون اینها رو هم داخل سینی فر که میخوایم بگذاریم حتما حتما با فاصله خیلی کم که کناره ها با هم دیگه صاف و مرتب بیان بالا. دوستان دیدین که خمیر رو با همون فاصله های بسیار کم کنار هم دیگه گذاشتم و هیچ رومالی نیاز نداره و دیگه هم نیاز نیستش که داخل فریزر بره، چون کار خاصی باش انجام ندادیم، فقط برش زدیم. بخاطر همین دیگه الان من فرم روی درجه 200 درجه تنظیمش کردم و اینها رو میذارم داخل فر تا موقعی که روش طلایی بشه و کاملا پف بکنه. احتمالاً همون بین 20 تا 25 دقیقه طول میکشه. حالا اون روشی که خدمتتون عرض کرده بودم که میتونین بعد از 6 7 دقیقه اول درجه فرتون رو 20 درجه بیارین پایین، باز هم میتونین این کارو انجام بدین برای اینکه خیالتون راحت بشه که شیرینیاتون نمیسوزه و این رو میتونین با مرتب نگاه کردن و سر زدن به شیرینیاتون کاملا چکش بکنین. دوستان بعد از دقیقاً 20 دقیقه این الان از فر اومده بیرون، ببینین شبیه به بالش شدن، همش کاملا پف کردن و ورقه ای شدن. حالا خنک بشن تا بهتون نشون بدم که میخوام باهاش چه کار بکنم. الان هر کدوم از این شیرینیا رو رویش رو با چاقو به این صورت خرد میکنیم و توی یه ظرف زیر دستمون می‌ریزیمش. می‌بینید کاملا توش حفره است. ما این کار می‌کنیم برای اینکه یک رویه صافی داشته باشیم که می‌خوایم بعدا پودرش رو روش بریزیم سطحش صاف باشه، اینجوری گنبدی نباشه. این صورت. حالا این لایه ها رو هم از هم دیگه جدا میکنیم که لابلای این لایه ها قراره که خامه فرم گرفته بره. لایه‌ها که اینجوری به هم چسبیده رو میتونیم از هم دیگه جدا نکنیم. ببینید من اینجوری جداش نمیکنم. حالا این خورده ها رو کاملا با دستمون خوردش میکنیم به این صورت. حالا اینا رو نگه میداریم. دوستان من همه اینا رو لایه لایه کردم و اون لایه های رویش رو هم جدا کردم، خوردشون کردم و اینا رو دسته‌بندی می‌کنیم. قبل از اینکه بخوایم با خامه اینا رو لایه‌بندی بکنیم، اول دسته‌بندی می‌کنیم ببینیم با چه ارتفاعی دوست داریم و چند لایه دوست داریم که باشه. اینا که این مدلی آماده باشه، بعد که با خامه بخوایم اینا رو لایه‌بندی بکنیم برامون راحت‌تر هست، چون خامه زیاد ما زمان کار کردن باهاش نداریم و ممکنه که آب بشه. پس دیگه لایه لایه برمی‌داریم و روش خامه می‌گذاریم و حالا نشونتون خواهم داد که چیکار می‌کنیم. خورده هایی بودش که من از روی شیرینی ها جدا کردم. اینم الان آیسینگ شوگر یا همون پودر قند یا همون پودر شکر هست. من الان روی اینها این رو الک میکنم یه مقدار به اندازه یه قاشق غذاخوری پر، بستگی به سلیقه شما داره که چه مقدار شیرینیش رو دوست داشته باشید. و این رو هم میزنم برای دکور روی شیرینی های ناپلئونیمون ازش استفاده میکنم. حالا خامه فرم گرفته من اینجا دارم که ویدیوش رو، البته این خامه با اون خامه که ممکنه شما استفاده بکنید متفاوت باشه، ولی طرز فرم دادن خامه رو اونجا براتون توضیح دادم که توی استوری هایلایت کردم.
من این شنی های لایه لایه همون رو الان لایه ها رو از رو جدا میکنم و برعکس میذارم. دوباره جدا میکنم، برعکس، جدا، برعکس و از لایه زیر شروع میکنم. به این صورت شما میتونید خامتون رو توسط قاشق هم این کار انجام بدین. منطور من به خاطر سرعت عمل بیشتر که هوا گرمه خامم از فرم نیفته دارم این کار رو با قیف انجام میدم. لایه بعدی رو برعکس دوباره میذاریم سر جاش. این میزان خامه باز هم به شما و سلیقه شما بستگی داره که چقدر کم و یا چقدر زیاد باشه. من روش رو یکم صاف میکنم و لایه بعدی این ما به کنترل بکنیم که لایه هاتون مرتب روی هم دیگه قرار گرفته باشه. این رطوبت خامه وقتی که این شیرینی‌ها رو 3-4 ساعت داخل یخچال نگه می‌داریم باعث میشه که این لایه‌های برشته و تقریبا خشکمون شروع بکنه به نرم شدن و لطیف شدن. و لایه آخر به این صورت با دستمون خیلی آروم اینا رو پرس میکنیم و بغلاش رو میتونید مرتبش بکنید، ترتمیزش بکنید، خامه های اضافه گرفته بشه، جاهایی که نداره بهش خامه اضافه بشه. این دیگه به سلیقه شما مرتبطه و شما خودتون میتونید هر کاری رو باهاش انجام بدید. حالا من لایه رویی رو از همین پودر خشکی که داشتیم میریزم. پودر پسته برای تزئین روش می‌ریزیم. اگر هم خواستیم یک کم دوباره پودر شکر به این صورت. البته این قیافش بره توی یخچال یکم بیشتر جا میفته و بیشتر شبیه شیرینی ناپلئونی میشه. الان یکم به خاطر خشکی لایه ها ممکنه خیلی ظاهر شیرینی ناپلئونی شو دوست نداشته باشیم، ولی بعد از مدتی خیلی هم قشنگ خواهد شد. حالا تو فیلم عکس حتما نشونتون خواهم داد.